ما پرسپولیس و شاهین بوشهر در خدمتتون هستیم. بعد ببینیم که در نیمه دوم مسابقه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. هدایت مومبنی تا لحظه دیگر دستور خودش خواهد دمید و بازی شما کمکان به نفع شاهین بوشهر پیش بینی میکنید؟ من نظر فنی گفتم به نفع، گفتم اتفاقات من نمیتونم گل دقیقه 5، اما من بعید میدونم که پرسپولیس با این روندی که در نیمه اول داشت بتونیم بازی رو ببره. بریم با گزارشگر بوشهر همراه بشیم، در خدمت خواهیم بود. و همچنین همکار خوبم در شبکه استانی آقای هدایت جو و کارشناس برنامه آقای محبوبی. ثانیه های پیش نیمه دوم دیدار دو تیم شاهین و پرسپولیس آغاز شد. نیمه اول نتیجه کار مساوی 1-1. گل سپهر ایدری پاسخ داده شد با گل عماد رضا و نیمه دوم هم با همون ترکیب ثابت در نیمه اول دو تیم به مسافه همدیگه رفتن. ایران نژاد باز هم استفاده از توپهای بلند در نزد بازیکنان شاهین. یک لحظه تعارف بین آل نیمه و دروازه‌بان تیم شاهین مجید غلامی میتونست خطرساز بشه. خود مجید غلامی برای شروع مجدد یک ضربه بلند برمیگردونه نور محمدی خوش قد و قامت در خط دفاعی پرسپولیس با ضربه سر. لکچیه را مهدی نوری، اون طرف سلمانی فرار کرده، به عباس پورخسروانی توپ رو میرسونه. حالا او برای علی سلمانی، برای عباس پورخسروانی که سرعت توپ به مراتب بیشتر از سرعت پورخسروانی است. پشت نیمکت ذخیره های دو تیم بازیکنان ذخیره مشغول گرم کردن هستن. مهدی شیری، مشتبه شیری، وحید هاشمیان، مشتبه زارش، پیتی معرفی و سکوبرت برای پرسپولیس دارن خودشون رو مهیا میکنن تا در موقع لازم آقای علی دایی اونها رو به بازی فرا بخونه. و طرف دیگر مهدی کیانی، ایمان حیدری، منصور تنهایی، محسن حمیدی، ایوان پتروویچ و بهمن شیروانی. ستار زاره در راه رفتن موقعیت داره برای زدن توپ با پای چپ و با اختلاف اندک از کنار دروازه توپ او به بیرون میره. این چهره ستار زاره اصالتاً اهل شهرستان گناوه در استان بوشهر هست که سالیان سال در شیراز بازی کرد و مشخصاً در تیم فوتبال برق شیراز. نوری، عماد رضا توپ رو که کنترل میکنه از پاش فاصله میگیره، از نایه کشاله ران هم احساس ناراحتی میکنه عماد رضا. فشار زیادی رو در مسابقات جام ملت‌های آسیا در ترکیب تیم ملی فوتبال عراق متحمل شد، خودش هم همونجا داره کارهای کششی و نرمشی رو انجام میده. در زمین بازی مشکل خاصی نداره. مجید غلامی توپ رو میکاره تا مجدداً بازی رو به جریان بندازه. محمد منصوری، علیرضا محمد و حمید رضا علی عسکری در ترکیب سرخپوشان در ترکیب 18 نفر هم نیستن به دلیل مصدومیت به همراه مازیار زاره که او سه کارت هست. پرتاب اوت برای شاهین، خطا بر روی عباس پورخسروانی، خطایی که نور محمدی مرتکب شد. حسینی نسب دستیار آقای استیلی میره تا یکی از بازیکنان را فرا بخونه برای اینکه مهیا بشه برای تعویض. آل نیمه از همونجا حواس شوت زنی میکنه و با کمی زحمت توپ را از آن خودش میکنه و بله این فکر میکنم که مشکل عماد رضا اجازه بهش نده که بازی رو ادامه بده، کارو سخت میکنه. منصور تنهایی رو فرا خوند قبل از اینکه بدون عماد رضا نمیتونه بازی کنه. برانکارد میخواد آقای مومبینی در سومین بازی که برای شاهینی ها بازی میکنه عماد رضا مصدوم میشه. امیدواریم مشکل خاصی نداشته باشه. بازیکنی که با مشکلات مالی فراوان تیم شاهین تونست او رو اختیار کنه و به ترکیب خودش اضافه کنه.
ضمن اینکه گلی که عماد محمد رضا به ثمر رسوند بعد از 300 و چند دقیقه بسته بودن دروازه پرسپولیس دروازه این تیم رو باز کرد و از این نظر هم حائز اهمیت بود این گل. فکر نکنم عماد رضا بتونه به بازی ادامه بده و او رو از ترکیب خارج میکنن. منصور تنهایی مهیای حضور در زمینه بازی میشه. نوری، سلمانی، نظرزاده، داور دستور به ادامه بازی میده. به خوبی مهدی نوری مجدداً روی توپ اثر میگذاره. یه توپ بلند برای غلامرضا رضایی، میخواد بچرخه که ایران نژاد میاد و توپ رو دور میکنه. ستار زاره، امجد شکوه مقام برای عباس پورخسروانی و سپره حیدری که با ضربه سر توپ رو به بیرون میزنه. تعویض حالا صورت میگیره و منصور تنهایی میاد به جمع سفید پوشان و شاهین اضافه میشه. ستار زاره موقعیت برای سانتر توپ داره، میتونه اولین توپ خودش رو درش کنه. تنهایی که اجازه کار رو بهش نمیدن. ایران نژاد، خطا بر روی غلامرضا رضایی، با تأخیر سود میزنه آقای مومبینی و همین مسئله باعث میشه که تماشاگران تا اندازه اعتراض کنن. تعویض جنای بازی، سامان آقا زمانی، داور آقای مومبینی با اشاره دست خودش نشون میده که خطا نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده. اینجا این خطا رو اعلام کرد از احمد آل نعمه بر روی غلامرضا رضایی. منصور تنهایی اولی توپ خودش در این بازی رو میگیره، نقش بر زمین میشه، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. یک بار دیگه حالا توپ رو سپهر حیدری با آسمون میزنه. مهدی نوری، مجدداً سپهر حیدری، امجد شکوه مقام، پرتاب اوت برای پرسپولیس. این چهره علی سلمانی هست که در تصویر ملاحظه فرمودید. مجدداً ضربه سر از علی سلمانی. چمت جلوتر پرتاب اوت برای سرخپوشان میهمان در این دیدار پرسپولیس تهران. شکوه مقام، خطای هند هم به نظر میرسید. توپ برخورد کرد با دست پورخسروانی، داور دستور به ادامه بازی میده. اشتباهات بازیکنان دو تیم، توپ بین بازیکنان دو تیم فقط رد و بدل میشه. خطا از هادی نوروزی. این صحنه خطای هادی نوروزی بود که ملاحظه فرمودید. آل نعمه برمیگردونه. نوروزی شروع خوبی نداشت. آل نعمه توپ رو تقدیم میکنه به بازیکنان پرسپولیس. حالا رضایی و لکچیه را که با یه تکل جانانه توپ رو به آوت میزنه. پرتاب آوت برای بازیکنان شاهین هست. زاره بین سه بازی کن توپ رو میرسونه به نظرزاده. حالا شکوه مقام برای پورخسروانی، به دنبال توپ در کنار او ابراهیم شکوری. موفق‌تر ابراهیم شکوری که دو بازیکن شاهین رو جا میگذاره. نوری، حالا پورخسروانی برای ستار زاره. سپهر حیدری ضربه سر رو میزنه. با وجود دو بازیکن سرزن در خط دفاعی از توپ‌های بلند نمیتونن خوب استفاده کنن. ضربات سری که نور محمدی و سپهر حیدری میزنن در خط دفاع. پورخسروانی توپ رو روی زمین میاره، میخواد یه تونل رو باز کنه از میان پاهای بازیکن پرسپولیس که موفق نیست. لکچیه را محکم توپ رو به آوت میزنه. دقیقه 55، باز هم حادثه خطرناکی روی دروازه دو تیم اتفاق نیفتاده.
و تقریبا میتونیم بگیم در این 10 دقیقه‌ای که از نیمه دوم این بازی پشت سر می‌گذاریم، بازی خسته کننده‌ای رو از هر دو تیم شاهد هستیم. نوری رو به عقب، تییاگو یک لحظه به توپ ضربه میزنه میانه میدان، توپ به سامان آقا زمانی میرسه، یک لحظه تنهایی میرفت که روی توپ او اثر بگذاره. ضربه سر از احمد آل نیمه، به دنبال توپ بادامکی برای آقا زمانی، این طرف علی سلمانی به شکل عجیبی ضربه سرشو میزنه، داور دستور به ادامه بازی میده. لکچیه را احساس ناراحتی میکنه. پورخسروانی شاهین در وضعیت ضد حمله هست و محمد نوری که توپ رو حالا به بیرون میزنه. مشکل خاصی ندارن اونجا. غلامرضا رضایی و لکچیه را روی این صحنه برخورد کردن و هر دو بازیکن هم به زمین بازی بر میگردن. ایران نژاد برای ستار زاره که توپ رو در اختیار سرخپوشان پرسپولیس قرار داده. حیدری رو بقیه برای رحمان احمدی، ضربه بلند از او، لکچیه را مسلط ضربه سر رو میزنه. نظرزاده، مهدی نوری، محمد نوری میره روی پاش برای علی سلمانی، یه چرخش 23 در مقابل 23 از صد فشنگچی میگذره، توپ رو لو میدن مهدی نوری و این بار دیگه خطا. خطا به سود شاگردان علی دایی. میان جایگیری میکنن پشت محوطه جریمه شاهین. متعصب زدن ضربه سر هستن روی دروازه و بلند پروازتر از همه مجید غلامی است که توپ رو در اختیار میگیره. پورخسروانی اون طرف آماده فرار هست. حالا مسعود نظرزاده در مقابلش بادامکی و اتفاق خاصی نیفتاده. ایوان پتروویچ لحظاتی دیگر به زمین بازی خواهد اومد. دومین تعویض شاهین. تعویض اول تعویض اجباری بود، تعویض دوم یک تعویض تاکتیکی خواهد بود. غلامی برای ستار زاره. خطای سامان آقا زمانی بر روی ستار زاره اعلام میشه. ببینیم تشخیص آقای استریس که به جای کدام بازیکن ایوان پتروویچ وارد زمین مسابقه بشه. لکچیه را بازم استفاده از توپای بلند، تنهایی ضربه سر رو میزنه. سلمانی کنار خط طولی نمیتونه توپ رو کنترل کنه. تعویض حالا باید صورت بگیره، یه تعویض برای تیم فوتبال پرسپولیس. یار شماره 21 وحید هاشمیان میاد تا بعد از چندین سال بازی در بوندسلیگا، بازی در تیم‌های نظیر هامبورگ، بوخوم، بایر مونیخ و هانوفر، این بار در لیگ خلیج فارس، لیگ برتر فوتبال ایران، در ترکیب تیم پرسپولیس به بازی گرفته بشه با همون شماره 21 که در بعضی از تیم‌هایی که در بوندسلیگا بازی می‌کرد این شماره رو داشت. لکچیه را توپ رو از مقابل پای او دور می‌کنه. یکی از معدود بازیکنانی بود که بدون بازی در تیم‌های استقلال و پرسپولیس ترانسفر شد و به بوندسلیگا راه پیدا کرد، مثل جواد نکونام که او به لالیگای اسپانیا رفت. او هم در تیم‌های استقلال و پرسپولیس بازی نکرد. هر دو از پاس اون زمان تهران به لیگ‌های خارج از کشور راه پیدا کردند. نظرزاده، توپش به پورخسروانی نمیرسه، پرتو به اوت برای شاهین. این بار پرتو به اوت برای تیم فوتبال پرسپولیس.
این طرف پرتاب اوت برای شاهین. اون جناح از زمین بازی، توپ مرتب بیرون میره، به نوبت هم هست، یک بار برای شاهین، یک بار برای پرسپولیس. نظرزاده رو به عقب برای سلمانی، ستارزاده ضربه سر رو میزنه مثل یه پاس برای بادامکی، توپ رو ساخته و پرداخته میکنه. ایران نژاد، نوری، احمد آل نعمه، او برای ایران نژاد به جای مسعود نظرزاده فکر میکنم باید به زمین بازی بیاد. ایوان پتروویچ، آل نعمه، یه کار خطرناک، هاشمیان رو در کنار خودش داره، در عرض بازی رو باز میکنه برای لکچیرا. حالا پورخسروانی توپ رو که کنترل میکنه از پاش فاصله میگیره. نوری میانه میدان، یه پاس قطری بسیار خوب برای غلامرضا رضایی. خطای محسن ایران نژاد، کمک داور اول این بازی داوود رفعتی، پرچم میزنه و حالا تعویض شاهین هم باید شکل بگیره. ایوان پتروویچ به زمین بازی میاد، سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس تهران رو هم داره. بعد از ابو مسلم به تیم فوتبال پرسپولیس رفت ایوان پتروویچ و یک سال هم به عنوان بهترین بازیکن خارجی لیگ انتخاب شد. این بازیکن ایوان پتروویچ، دومین فصل حضور خودش در بوشهر رو تجربه میکنه. باداماکی، توپشو میزنه به ایران نژاد، حالا این بار با پای چپ. مجید غلامی از دروازه بیرون میاد و توپ رو در اختیار میگیره. حالا برای ایوان پتروویچ، اولین توپ خودش رو میگیره در این بازی، میخواد رد بشه از کمند ابراهیم شکوری، رها بشه که به خطا متوقف میشه. حالا برای سلمانی که دو توپ در زمین بازی بود، این صحنه خطایی بود که ملاحظه فرمودید. بیشتر تکیه دو تیم روی ضربات ایستگاهی بوده در این بازی تا کارهای ترکیبی. پتروویچ، شکوه مقام، نوری، پتروویچ، نوری، حالا برای شکوه مقام، کنترل میکنه برای سلمانی، در راه رفتن توپ رو که کنترل میکنه از زمین بازی بیرون میره و ضربه دروازه به سود پرسپولیس تهران اعلام میشه. شاید هولوش دقیقه 75 به بعد تعویض سوم شاهین رو هم شاهد باشیم که بین ایمان حیدری و محسن حمیدی احتمالاً یک نفر به زمین بازی بیاد. پرتاب اوت برای پرسپولیس تهران. مجدداً پرتاب اوت برای پرسپولیس تهران. دقت بفرمایید که پرتاب یک اوت چقدر از زمان بازی رو میگیره. علی دایی با خیال آسوده بازی رو تماشا نمی‌کنه. بهترین نتیجه‌ای که پرسپولیس گرفته پیروزی 3-1 مقابل نفت تهران بوده در هفته 14. موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس. لکچیرا توپ رو به بیرون میزنه و بهترین نتیجه هم برای شاهینیا پیروزی 2-0 مقابل راهن بوده در هفته 7. بدترین نتیجه شکست خارج از خانه 3-2 مقابل ملوان انزلی بوده و شکست خانگی 4-1 مقابل سبای قم برای تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 19. توپ ارسال میشه روی دروازه شاهین و توپ توی دروازه قرار میگیره. گل دوم برای پرسپولیس. فکر میکنم یه تیکه توپ از روی نقطه کورنر وارد دروازه شاهین شد. حالا باز هم این پرسپولیس هست که در ورزشگاه شهید بهشتی پیش میفته از شاهین بوشهر. به صورت آهسته
میتونیم یک بار دیگه نظارگر صحنه به ثمر رسیدن گل باشیم. غلامرضا رضایی به توپ ضربه زد، من نمیدونم محمد نوری رو توپ اثر گذاشت یا نه، توپ رو صابون به سر خودش مون تا خروج اشتباه از غلامی و توپی که وارد دروازه میشه و این حلقه شادی حکایت از این داره که غلامرضا رضایی مستقیم توپ رو وارد دروازه کرده. قبلا هم محمد مایلی کهن در ترکیب پرسپولیس از این کورنرها خیلی خوب میزد و در واقع یک بار دیگه اون خاطره رو زنده کرد غلامرضا رضایی. حالا شاهین برای فرار از شکست خانگی باید به آب و آتش بزنه. شکوه مقام پتروویچ، شکوه مقام، توپ نمیرسه به منصور تنهایی. رحمان احمدی، بیست و پنج دقیقه تا پایان این بازی فرصت هست. ایران نژاد، نوری، ایران نژاد، یک بار دیگه غلامرضا رضایی که حالا مثل دیدار رفت باز هم به شاهین گل میزنه. پرتاب اوت برای شاهین، منتها در دیدار رفت در دقایق ابتدایی بازی گل زنی کرد، اون بازی 2-1 تمام شد. تا اینجای کارم تکرار همون نتیجه رو داریم. نوری به خوبی ضربه سر رو میزنه و صاحب توپ میکنه در میانه میدان تییاگو رو، لکچیه را، ایوان پتروویچ دور میکنه، ستار زاره، به پورخسروانی نمیرسه، حملات شاهین هدفمند نیست. هاشمیان ضربه سر رو میزنه، نوروزی، پرتاب اوت برای پرسپولیس تهران. خب خیلی با تأخیر این اوت رو میان که پرتاب کنن بازیکنان پرسپولیس. ابراهیم شکوری، توپ رو بلند پرتاب میکنه، ضربه سر رو چیرا میزنه، ستار زاره، غلامرضا رضایی در مقابلش میخواد توپ رو بگیره، روی زمین میفته، موفق نیست. پتروویچ، سپهر حیدری با ضربه سر توپ رو به اوت میزنه. یک پرتاب بلند دیگه ایران نژاد برای منصور تنهایی، گوشه زمین درگیر با او نور محمدی، پرتاب اوت برای پرسپولیس. اعتراض شدید از بازیکنان شاهین، داور تشخیصش این هست که پرتاب اوت برای پرسپولیس است. سپهر حیدری، رضایی، اسد آلنمه فرار میکنه، نوری میاد و در مقابل او قرار میگیره، دو سه نفری بر تقدیر توپش رو میزنن، چیرا، مهدی نوری، ایران نژاد، خطا از یار شماره 15 سامان آقازمانی و کارت زرد برای سامان آقازمانی به دلیل بازی بی احتیاط و خطایی که مرتکب شد بر روی محسن ایران نژاد. این صحنه ای هست که بازیکنان شاهین اعتراض داشتن روی اینکه پرتاب اوت مال پرسپولیس هست یا شاهین، که همکارانم هم به شکل آهسته به تصویر کشیدن مجددن. نوری، پتروویچ در حالی که مالکیت توپ در اختیار بازیکنان شاهین بود، داور به سود شاهینیا خطا را اعلام میکنه. شکوه مقام، تنهایی، سلمانی جا روی زمین میخوره و نمیتونه توپ رو کنترل کنه. پرتاب اوت برای شاهین، پتروویچ، آل نعمه، توپ بلند برای استفاده منصور تنهایی،
ابراهیم شکوری هست که توپ رو میخواد دور کنه، برخورد میکنه به خود تنهایی و ضربه دروازه به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران. رحمان احمدی دو کاپیتان رو در یک نماد دید، ستار زاره از شاهین و سپهر حیدری از پرسپولیس. لکچیرا، ستار زاره به دنبال توپ، سامان آقا زمانی هم در کنارش بود، موفق تر ستار از گرد راه میرسه بادامکی، همچنان خود ستار زاره یک ضربه یک کاتدار با بیرون پای راست زد که راهی به چارچوب دروازه پرسپولیس نداشت. این چهره ستار زاره. رحمان احمدی دقیقه 71، ایمان حیدری به عنوان سومین تعویض شاهینیا به بازی خواهد اومد. ضربه بلند از رحمان احمدی، باز هم مهدی نوری ضربه سر اول رو میزنه، پتروویچ، وحید هاشمیان توپ گیری میکنه، پا به توپ حرکت میکنه برای نوروزی که به توپ نمیرسه. مجید غلامی از شاهین دروازه‌بان این تیم، کوتاه با ایوان پتروویچ، حمید استیلی دیگه رفته روی نیمکت نشسته تا مرزبان بیاد کنار خط و شاهینیا را هدایت کنه. تا زمانی که بازی مساوی بود حمید استیلی کنار خط بود. نوری پاسش از زمین بازی به بیرون میره. پرتاب اوت برای پرسپولیس تهران. با آقای حمید استیلی پیشنهاد هدایت تیم ملی امید فوتبال کشورمون هم داده شده بود که نپذیرفته بود، و این هم چهره علی دایی که تا به اینجای کار نتیجه به کامش هست. داور اون خطایی رو که بر روی پتروویچ مرتکب شدن ندید. همین توپ این طرف برمیگرده به مجید غلامی میرسه. تماشاگرانی که تیم فوتبال پرسپولیس رو تشویق میکنن نام آرفی رو فریاد میکنن که به زمین بازی بیاد برای تیم فوتبال پرسپولیس. بازی سردرگم تا لحظات دیگر، یک تعویض دیگر برای تیم فوتبال پرسپولیس رقم خواهد بود. فعلا تعویض شاهینیا 20، ایمان حیدری به جای 23 علی سلمانی. سه تا تعویض شاهین صورت میگیره، میاد و خیلی سریع زمین بازی رو ترک میکنه. ایمان حیدری بازیکن سرعتی هست، میاد و در کنار منصور تنهایی و عباس پرخسروانی قرار میگیره. حالا با سه مهاجم داره بازی میکنه شاهین. ایران نژاد ضربه سر رو میزنه، آل نیمه برای لکچیه را، روی پاش میاد هادی نوروزی، توپ رو دور میکنه، شکوه مقام ایمان حیدری، توپ از زمین بازی بیرون رفته. پرتاب اوت برای پرسپولیس. دقیقه 74، بله، آقای دایی به فریاد تماشاگران پاسخ مثبت میده و اشپیتیم آرفی رو میخواد که تا لحظات دیگر وارد زمین بازی کنه. او هم سابقه بازی در مشهد رو داره، در تیم پیام مشهد بازی کرد و اونجا واقعا نامی برای خودش دست و پا کرد، منتها در تیم پرسپولیس در ابتدا نتونست زیاد خوب ظاهر بشه، بعد از اون رفته رفته تونست که جایی برای خودش دست و پا کنه. معمولا هم به عنوان بازیکن جایگزین وارد زمین بازی میشه. آقای مومبینی تابلوی تعویض رو نمیبینه. توپ ارسال میشه روی دروازه، رحمان احمدی از دروازه بیرون میاد و نصف و نیمه توپ رو دفع میکنه و ضربه بازیکنان شاهین هم راه به جایی نمیاره. پرتو بوت برای شاهین،
فکر میکنم هادی نوروزی باید زمین بازی رو ترک کنه. بله همچنان آقای مومبینی، همه میبینن غیر از آقای مومبینی، اجازه نمیده تعویض صورت بگیره، مشخص نیست. آقای دایی هم اعتراض میکنه، فرصت روی دروازه پرسپولیس. همچنان موقعیت برای تیم شاهین وجود داره. ایمان حیدری توپ رو جلو میندازه، اما اونجا رحمان احمدی خودش یکی و تنها است و توپ رو به آغوش میکشه. شکوه مقام، من که متوجه نشدم چرا آقای مومبینی اجازه تعویض رو نداد. هر دو کمک خودش پرچم رو به نشانه تعویض بالا برده بودن. پتروویچ ایران نژاد رو در کنار خودش داره، او برای مهدی نوری شوت زن هست، فرصت گیر بیاره شوت میزنه، اجازه کار رو بهش نمیدن. توپ روی پای غیر تخصصیش اومد. لکچیه را وحید هاشمیان داره او رو دنبال میکنه، با ضربه سر برای غلامی بلافاصله بازی رو به جریان میندازن. آل نعمه، غلام رضا رضایی به اون نزدیک میشه، همچنان دونده و این فشار باعث میشه که توپ رو دور کنن بازیکنان شاهین و نتونن بازی سازی رو داشته باشن. خطای بازی خطرناک از هادی نوروزی. بالاخره تعویض با دستور آقای مومبینی باید انجام بشه. هادی نوروزی آهسته زمین بازی رو میخواد که ترک کنه. آقای مومبینی به همین خاطر به او تذکر میده. سه تعویض شاهین تمام شده و حالا پرسپولیس هم دو تعویض رو تا به اینجای کار داشتن. ایوان پتروویچ، مهدی نوری، مقدار خطرناک در خط دفاعی بازی میکنن بازیکنان شاهین. لکچیه را سر بالا نگاه میکنه، حالا یه پاس بلند برای منصور تنهایی، بلند میشه ضربه سر رو میزنه ایمان حیدری و توپی که به رحمان احمدی میرسه. ضربه رو با شدت به زمین میزد، موفق تر میتونست باشه. ضربه بلند از رحمان احمدی. لکچیه را توپ رو به کورنر میزنه. بازیکنان پیشکشیده شاهین برمیگردن عقب. دو مهاجم روی خط وسط ایستادن برای شاهین، پورخسروانی و ایمان حیدری. مجدداً غلامرضا رضایی میره که این ضربه کورنر رو بزنه. ببینیم باز هم میتونه مستقیم توپ رو وارد دروازه کنه یا خیر. شاهین فرصت زیادی نداره برای فرار از این شکست خانگی. تا به حال هر چه شکست رو متحمل شده با اختلاف یک گل بوده. پرتو بود برای شاهین، ستار زاره. شاهین 9 باخت رو داشته این فصل، هیچ کدام از این باخت‌ها با اختلاف 2 گل رقم نخورده. خطا به سود شاهین، 10th باخت شاهین هم با اختلاف 1 گل داره، تا به اینجای کار رقم میخوره. پرتاب اوت مجدداً برای شاهین. تنهایی، پتروویچ، شکوه مقام برای عباس پورخسروانی. پرتاب اوت برای شاهین بوشهر. پتروویچ، نوری میریزه توپ رو توی محوطه 18 قدم. این آخرین مرد سفید پوش شاهین هست. لکچیه را میانه میدان توپ رو میگیره و میفرسته برای امجد شکوه مقام. 18 در مقابل 18 برای عباس پورخسروانی، در راه رفتن مشایعت میکنه او رو مدافع پرسپولیس رضا نور محمدی تا توپ بیرون میره. این چهره رضا نور محمدی، در مقابل او عباس پورخسروانی بود. ضربه دروازه برای پرسپولیس، رحمان احمدی پشت این توپ. دقیقه 80، ضربه بلند او، این بار اشبی تیم آرفی موفق تر از
مهدی نوری ضربه رو میزنه. وحید هاشمیان پاس خوب برای بادامکی، موقعیت برای بادامکی و ضربه بسیار بد او و فریاد علی دایی بر سر حسین بادامکی که باید زاویه مخالف رو میزد. تنهایی در راه رفتن سامان آقازمانی رو پیش رو داره، نوری رو هم جا میگذاره. حالا برای ستار زاره، خطا به سود شاهین. علی دایی همچنان از ابتدای بازی ایستاده بازی شاگردان خودش رو دنبال میکنه. ستار زاره و ایوان پتروویچ پشت این توپ، کدام یک ضربه رو خواهند زد؟ ستار بزنه به قصد چارچوب خواهد زد، ایوان پتروویچ سانتر میکنه برای زدن ضربه سر. این کار انجام میده، موقعیت برای شاهینیا و توپی که در اختیار رحمان احمدی قرار میگیره. لکچیه را باید برگرده در موقعیت دفاعی شاهین قرار بگیره، جای خالی او رو شکوه مقام پر میکنه. پرتاب اوت برای شاهینی ها. کمتر از 10 دقیقه تا پایان این بازی. ورزشگاه در سکوت فرو رفته. ستار زاره، پتروویچ، نوری، یک بار دیگه پتروویچ، حالا برای عباس پورخسروانی. خود عباس پورخسروانی داور دستور به ادامه بازی میده. ستار زاره، روزنه ها بسته است برای نفوذ بازیکنان شاهین. ایمان حیدری بلندتر از اون، نور محمدی ضربه سر رو میزنه. روی بازی هوایی به هیچ وجه مهاجمین شاهین موفق نبودن. ستار زاره برای ایران نژاد، توپ ارسال میشه روی دروازه، اون طرف شکوه مقام به توپ میرسه یا خیر، هرچه تلاش میکنه خودش توپ با هم دیگه از زمین بازی بیرون میرن. پرتاب اوت برای بازیکنان پرسپولیس. خب سومین تعویض پرسپولیس هم دقایق دیگر رقم خواهد خورد. پتروویچ میانه میدان، یه پاس قطری خوب برای استفاده ایران نژاد اگر به توپ برسه. خود ایران نژاد کنترل میکنه توپ رو، میفرسه و توپ به بغل دروازه برخورد میکنه و باز هم ضربه دروازه برای پرسپولیس. رحمان احمدی برای شروع مجدد باید به توپ ضربه بزنه. خب یار بلند بالا و سیاه چرده پرسپولیس یا سکوبرت به عنوان تعویض سوم و به عنوان یک مدافع میاد تا به جمع سرخ پوشان اضافه بشه، احتمالاً یک مهاجم رو کم میکنه آقای علی دایی برای حفظ این نتیجه. مهدی نوری، ایران نژاد، حرکت از جناح چپ، سانتر بیکیفیت ایران نژاد، راهی به زمین بازی اصلا نداره. ضربه دروازه باز هم برای پرسپولیس. خب به جای تییاگو فراگو باید وارد زمین بازی بشه، یک هافبک رو از زمین بازی بیرون میاره و یک مدافع رو وارد زمین بازی میکنه. وحید هاشمیان و سکوبرت برای پرسپولیس در این بازی برای پرسپولیسیا به کار گرفته میشن برای اولین بار. خطای مهدی نوری اعلام میشه بر روی وحید هاشمیان. محمد نوری میره که آغازگر بازی باشه. دقیقه 85 نوری، مهدی نوری ضربه سر رو میزنه.
مجید غلامی شاهین فرصت بسیار اندکی رو پیش رو داره. مهدی نور لکچیه را به راحتی آرفی رو جا میگذاره. کار اما کار خطرناکی بود. ایمان حیدری نمیتونه ضربه سر رو بزنه. در مساف با سپهر حیدری، ستار زاره یک برخورد بدن به بدن داشت با غلامرضا رضایی که داور دستور به ادامه بازی داد. آل نعمه به زیر توپ میزنه، برگشت باز هم این بار توسط دیگر سرزن پرسپولیس نور محمدی لکچیه را. هرچی بلند بفرستن پرسپولیسی ها میزنن ضربه سر رو. پورخسروانی توپ رو با دست خودش کنترل میکنه و باز هم اعتراض میکنه. مشخص بود که توپ رو با دست زده عباس پورخسروانی. رحمان احمدی شاید مهاجم هدفش همین چهره که در تصویر دیدید باشه، یعنی وحید هاشمیان. بله وحید هاشمیان در مساف با مهدی نوری نمیتونه ضربه سر رو بزنه. ستار زاره، آل نعمه، توپ به وحید هاشمیان میرسه. حالا آل نعمه بدون ریسک میتونه توپ رو به بیرون بزنه، مشایعت میکنه تا توپ به سود شاهین به بیرون از زمین بازی بره. ضربه دروازه برای شاهین بوشهر. آقای مومبینی اعلام میکنه که از همون نقطه‌ای که در واقع محوطه 6 قدم هست باید بازی به کار گرفته بشه. شروع بسیار بعد از مجید غلامی و این انرژی که ایمان حیدری میگذاره تا از خط حمله بیاد و به این توپ برسه. باید ضربه بلندی رو به توپ بزنه، حالا بالاخره این کار رو انجام میده. موقعیت برای پورخسروانی هست، باز هم نور محمدی به توپ ضربه میزنه. بازی خوبی رو انجام داده نور محمدی امروز. در راه رفتن پورخسروانی برخورد میکنه با صدی به نام سکوبرت. پرتو بوت برای شاهین. رفته رفته تماشاگران میرن که ورزشکار رو ترک بکنن. ایمان حیدری توپش به پورخسروانی نمیرسه. ستار زاره، وحید هاشمیان، خطای مهدی نوری بر روی وحید هاشمیان. از او عذرخواهی هم میکنه مهدی نوری. خب تأخیر در شروع مجدد بازی از سوی بازیکنان پرسپولیس که طبیعی هم هست. بادامکی برای اشپی تیم آرفی. آل نعمه با سینه توپ رو کنترل میکنه و دور میکنه. بادامکی پرتو به اوت برای شاهین. شکوه مقام توپش به تنهایی میرسه اما به خطا منصور تنهایی رو متوقف میکنن. از یک زاویه خوب توپایی که مواج ایوان پتروویچ با پای چپ میتونه بفرسته روی دروازه. سرزنهای شاهین جلو میان، خیلی غافلگیرانه بازی رو شروع میکنن. ستار زاره اگر به توپ برسه تکل میزنه و اونجا توپ رو به اوت میزنن بازیکنان پرسپولیس. ایوان پتروویچ، ستار زاره، خود ایوان موقعیت برای سانتر توپ رو داره، برخورد میکنه به محمد نوری و توپ به آت میره. شکوه مقام تعویض جناح بازی برای ایران نژاد. پورخسروانی ضربه سر از مدافع پرسپولیس سکوبرت و اینجا هم خطا بر روی محمد نوری. چند تعویض رو در نیمه دوم داشتیم. به صورت آهسته نگاه کنید، این خطای بازی خطرناک آل نعمه هست که بر روی پای محمد نوری رفت. ایوان پتروویچ خواهش میکنه از نوری که بلند شو به بازی ادامه بده. فکر میکنم 3 دقیقه وقت تلف شده،
برای نیمه دوم منظور شده باشه. 90 دقیقه قانونی بازی 20 ثانیه دیگه به پایان میرسه. با توجه به اینکه ما در نیمه دوم 6 تعویض رو داشتیم، هر تعویض 30 ثانیه، 3 دقیقه مسلم است. پورخسروانی، خود پورخسروانی و ضربه کرنر، بله 3 دقیقه وقت تلف شدن برای نیمه دوم منظور میشه. همه شاهینی ها پیش میرن، فقط مجید غلامی درون دروازه هست. لکچیرا، ستار زاره، امجد و شکوه مقام، همه و همه جلو آمدن. ایوان پتروویچ پشت توپ، وقتهای تلف شده بازی، موقعیت برای بازیکنان شاهین، همچنان پورخسروانی و فریاد پنارد بر سر آقای مومبینی. بازی دنبال میشه همچنان و شاهینی ها دارن اعتراض میکنن. پرتاب بلند اوت رو میخواد انجام بده ایران نژاد، اجازه نمیده پتروویچ، خودش سری بازی رو به جریان میدازه. پورخسروانی، دیرک دروازه، دیرک افقی دروازه مانع از به ثمر رسیدن گل میشه. موقعیت، رحمان احمدی از دروازه بیرون میاد و اشپیتیم آرفی که میره یک ضد حمله رو تدارک ببینه. تکل ستار زارم راه به جایی نمیبره، اونجا میتونه حداقل یک اوت رو بگیره، موفق نیست این کار رو انجام بده. نوری، تنهایی برای ایمان حیدری، سپهر حیدری محکم یک تکل رو میره و بدون خطا. آرفی محلی نمیذاره به توپی که آرش میفرستن، چرا که 3-4 متری در منطقه آفساید بود. 1:30 تا پایان این بازی از الان شمارش معکوس آغاز میشه. احمد آل نیمه، ایمان حیدری اگر به توپ برسه با ضربه سر برای ایران نژاد، توپ رو میفرسته روی دروازه، فرصت برای بازیکنان شاهین. آل نیمه که میاد استاپ کنه، توپ از پاش جدا میشه. این طرف وحید هاشمیان، یک زده حمله برای بازیکنان پرسپولیس، فقط ستار زاره هست که اونجا توپ گیری میکنه، خطا هم نیست و لکچیه را که توپ رو دور میکنه. باخت 2-1 با 3-1 برای شاهین زیاد تفاوت نداره، به همین خاطر داره انتحاری بازی میکنه در این لحظات. و پرتاب اوت برای تیم فوتبال پرسپولیس. تا اندازه زیادی میتونیم بگیم که آقای دایی به خواسته خودش رسید، رو به نیمکت هم زمان رو میخواد از نیمکت نشینان و به او اشاره میکنن که چقدر از زمان بازی باقی مونده. نوری از همونجا یه تیکه به توپ ضربه میزنه، شما به صورت آهسته ملاحظه میفرمایید صحنه حساس رو مربوط به خطای بازیکنان رو در اون محوطه جریمه. این طرف حالا تنهایی و ضربه‌شو کجا میزنه. دو بازیکن از شاهین در مقابل دروازه حی و حاضر بودن. اگه توپو میفرستاد روی دروازه، فکر میکنم این صحنه هست که توپ به دیرک دروازه پرسپولیس برخورد کرد. تشکر میکنم از همه همکارانی که تلاش کردن تا بتونیم از ورزشگاه شهید بهشتی در خدمت شما باشیم و آخرین بازی از هفته 23 لیگ برتر رو تقدیمتون کنیم. این هم ضربه رحمان احمدی و ثانیه های دیگر، سوت پایان بازی توسط آقای هدایت مومبینی، شبکه 3 آقای پیمان یوسفی، شبکه جام جم آقای عادل فردوسی پور و شبکه استادی بوشهر آقای مهدی هدایتجو در خدمت شما هستیم. من به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا